چی؟ تو دیدم مرده بشیم نه هجی ناره تو ایشی هره چشیدم هجی هره نمیشی آقا بلا یه بکم اقا هانی بسیه بگرم کن آقای به کار هر شام اومد کاکا میدونم زانم زانم نانی جون چونی خالو پشتی با خوبی؟ تو واقع می؟ نوش گرم من چای فاک کارم بنا من بودگاه خوام نوش گرمت عزیز دلمی چونی آموزا خوشی سلامت تو واقع نموز دارم چونی احوال چونی خواستی برای کم؟ والله شکر خدا من خو کار من چود ما؟ دو سه ما یه شوکیس مرا بیمارستان تا و شو دیم خواهی برای کم از چه بی؟ خواستی بی؟ والله دراغم جمله ناخوشه الان دو سه ما آمر تخت بیمارستان ایشالله از این پاس دعای خیرت آموزار بیم بکفت رای خوی ایشالله عزیز دلم خدا خدا سپر بی بی او بی زور سپاس دیم دیانم چه واقع می برای منی سی دیم آقا عزیز دلم آقا ما حتما نام لایم بذار فارسی صحبت بکنیم دوستانم متوجه بشن تو راه بودم از بیمارستان داشتم میومدم دیدم با آقای حسین فرانکی نه؟ حسین لازمی حسین فرانگی آره حسین فرانگی حسین فرانکی مرانکی از شما فرانگی آره خب دیدم داشتن با بایشو صحبت میکرد راجب هانیکونا نوش پرچم لکات و خال آسمونه چه بگمی؟ چه بگم از کم؟ چی میگفت؟ جریان چی رو؟ حسین دوستم باشه مازدران یک از خوبای مازدران داداشی مونه ولی من سیمی هارو نمیوردم همین طوری حال بودن در مورد خوبی و بدی و کی خوبه کی بده کی عادت بوده من احساس کردم اومده یه حالت وساطت حالا نه غیر مستقیم چون کامنتارم خوندم خیلی ها متوجه شده بودن که مثلا غیر مستقیم میخواست بگید چون هانی این کارا هم بلده این کارا میکنه خودش که وجود رو در رو که نداره هیچی ولی ایکس و ایگرگ رو میفرسه آقا فلان بکنیم بگیم به خیال ما بشه بگیم فلان ما بکنیم داداش من یکی به ما دشمنی کنه تا تیش دشمنی کنه بگه داداش من که ولی به خیال بیتم من بگه دشمنی کنه تا اخیر به خیالش نمیشم دو لایف نه دو نیتا نه آها رای دیگه میشه میگم بگم میشه میگم یارو دشمنش هستم نمیگم نیستم ایچ وقت تو لایف تو نیست از بیز نمیارم کیم گفتاش بس بیز نمیارم از بینه یارو مردم میدونه دیگه با کی گفتم چی گفتم هر بزی هایی هر بزی برم من از آدم بیارم بزرگ میشن داشت والا خیلی الان چند وقته به ما فشار میارن میگن دیگه بس کن سید تو خراب سید تو این هانی رو خراب کردی تو کل دنیا خرابش کردی دیگه بسشه دیگه والا دیگه نمیدونم ما خدا شده الان توی یه وضعیتی هم قرار گرفتم که میگم که الان دو سه ماه من خونه زندگی من لندن ول کردم الان اومدن تو آلمان نشستن صبح میرن شب میام بیمارستان پیش داداش یعنی یکی جای من بود خداوکیلی بابای اینیستارم آتی زده و تعطیل کرده و درفته ولی به قول معروف حالت شده کرامتی میدونی چند تا پیج من آوردن به قول یکی از بچه همون سید اگه پیجای تو رو ای پایین نمی آوردن الان بالای 400-500 هزار تا حد اقلش خداوکیلی ولی من گفتم من کار با یه نفرم بکنم اندازه یک نفر اگه حرف منو اگه احساس منو اینشالله که حق باشه شما هم دعا بکنیم من حرف غیر از حق نزم خود دیگه همه کس عزیز دنم تأثیر بذاره خودش همین برای من نعمت خدا بزرگی خودت بزرگی همین کس تو رو میشناسه با فالوور نیست دو تا فالوور داشته باشی همین کس تو رو میشناسه عزیز دل ما قرمتون من سرباز ادبتون صد بار خلاصه من رو حق کنن ولی خودمون هستین آره بهشونم گفتم پایش نباشی خودمون هستین داداش و پایش نیست که فالوور نیست خودت دیگه همه کس رو میشناسه شما رو میشناسه فکر دو نفر فالوور داشته باشی بعد خودت هستی داش میدونی الان چندمی پیج دیگه یه بارم ما گفتیم مرحوم آقا وحید مرادی روحش شاد
میگفت این شهر باید به من عادت بکنه، ما گفتیم باید اینیستا به بودنم عادت کند. خب اینطوری ها، حالا ما هم اینطوری هست. تصویرت بایستاد، شنیدی چی گفتم؟ دادا دیگه قدوباز کرد نت مشکل. میگم مرحوم وحید مرادی روحش شاد، آره خدا رحمت کنه، گفت یک شهر باید به من عادت کند، منم میگم اینیستا باید به بودنم عادت کند، به بودن سید آغوش عادت کند. عزیز دل من، عشق منی، فدات بشه انشاءالله که ما بتونیم یه کاری بکنیم که بچه های ما، جوان های ما، نسل های ما اینا واقعا بدونن برن زیر بال کی اگه میخوان درس یاد بگیرن، درس اخلاق یاد بگیرن، درس زندگی یاد بگیرن، درس مشتیگری یاد بگیرن، بدونن برن زیر بال پر کی، نه امثال این بابایی که به قول شما، شما دوست نری از سشوری ولی دیگه همه دنیا میدونن دیگه کیه و چیه، نرن زیر پر. اون داشت فعالیتشو میکرد آقا پشتیبان، یه پول داشت و دارم و ما انشالله همه رو ازش میگیریم به نفع ملت. آره به نفع ملت. یه سری آدم گذاشته بود تو فضای مجازی فقط از خودش تعریف کردن، از هانی تعریف کردن، چپ رو آدم بایجای پنجه تا پشت دارم، پنجه پشت چش نداشت، چش نداره کسی دیگر رو ببینه که مثلا بیاد مثلا یه قدم بالا بره، یا همین که احساس بودم. میکنه که ببین همین بودم. که احساس میکنه، احساس میکنه یه شخصی بودم. هر بزرگی آره. خود میکنه هر بزرگیش وقت دوست ندارین، نباید آدم بگه فقط من، باید مردم بدون سیکی هستی، باید مردم تو دوست داره، نباید مردم با تو باشه، باید تو با مردم باشی. آفر اصلا باید با شما آفر. با مردم چی میگه، مردم چی میخواد، من میگه همین چه، نباید هم میگم مردم همون بخواد. آقا هرکی نوکری مردم رو کرد گویله من بهم بخشی سیجان میگه شما کوله من از هرچی میگفتم فقط اینه، من بزرگ خدا، فقط خدا بزرگه، چون ما یار بگیم بزرگ شما هستم، اون بزرگ من نیست، خدا بزرگه، فقط خدا، خدا فقط خدا یارو دست بالا پشتیبان، هر کی نوکری مردمو کرد ماندگار شد. آره خب به نیک ماندگار شد. این آقا رو من هر موقع دیدم رفته چتر باز کرده، یه روز پیش آقا پشتیبان چتر باز کرده، یه روز پیش بهادر وحش چتر باز کرده، یه روز نمیدونم رفته تو شمال چتر باز کرده، با اینکه این همه پول هم داره آقا ما نهیدیم یه کار خیر بکنیم. دو تا کمپ راه انداخته، دو تا کمپ هانی، دو تا سه تا کمپ راه انداخته که این معتادای خلافکارا، حالا ایشالله که یه سری هاشون خوب واقعی هست، ولی اینو من گوشزد میکنم به مسئولین، اینا رو بازیابی میکنه، این خلافکارهایی که مثلا کلی رفتن و الان اعتیاد سعید بده، اینا رو بازیابی میکنه، ازشون استفاده میکنه برای خلافاش. میگیرین چی میگم؟ زنده باشین همتون. ما همه این بازیای اینو میدونیم، مثلا الان دیروز پیروزه میگو آقا رفتن تو شایع درست کرده و تو محمود آباد کتک خورده. رفته بود اونجا، اونجا دنبال ویلا میگشته برای آشپزخونه زدن، آشپزخونه شیشه زدن، ما حواستمون جمعه، من عمر دقیق، من نمیدونم چرا مسئول اینجور اینو نمیگیره، عمر دقیق دارم، عمر دقیق چی شده بود چی نشده بودم، عمر دارم در سید امروز یارو اومد اینجا دشمنم باشه، وقت میاد خونم، وقت میاد شهر من، تو روسه شمون این اصل این کار ماست، این کار ماست، یارو شما رو بکشه نکشی بلان نکشه، صاحب عشیره رفتارش اینه، اونو که عشیره داره در باشه من میبخشینش، میگه آقا دشمنه اومد خونه من دیگه پنه برای من ورده، اشکا نداره، یاری دو بار سه بار چهار بار میمونش کردیم احترام زدیم برایش،
فکر کرده چیزیه بابا، با اون نیست. تو این هر چیزی بودی اومده اینجا محترم ایزاسی به خاطر رفاقته. مثلا واید قضایی، واید قضایی ماما زنگ میزنه بگه پشتیبان جان بیا اینجا یکم چیزایی به خود بیار، خزا و مزا و گوت بیا به خود بیار و هم بشکن بخورین یک اشغال کنین. تو فرده اون زنگ میزنه چرا رفتی خونه واید؟ اگر عکس واحد رو نذاری پوز با واحد قضایی ندید من عکس تو رو میذارم اسم تو رو خراب میکنم. اونم تو بذار منم میذارم. تو عمر میکنی؟ تو از نه ببین آقا پشتی ما ببین من ببین برای تاریخ میگم، از اول هم میگم، از الان هم میگم، تا آخر عمرم هم میگم. من هم اخلاقا هم فکرم هم از لحاظ دیدگاه سیاسی با وحید قضایی از زمین تا آسمون اختلاف دارم، باش موافق نیست. ولی اینی که مثلا من بیام رو شخص ایکسی ایگریگی تأثیر بذارم بگم آقا تو چون عکس فلانو گذاشتی یا تو با فلان اینجوری، نه. بالاخره انسان یه احترامی داره، یه شخصیتی داره، یه عقیده‌ای داره. من میگم که من دیدگاهام از زمین تا آسمون با وحید قضایی. ولی اینی که بیاد میدونی به من میگه چی میگه، میگه تو باید با من باشی. میخواست منه به زور ببره زیر پرچم. آقا من اومدم پی زدم انجمن مشتی های مبارزه با خودزنی فحاشی ناموسی، چپ و راست چغالاشو میفرستاد، داداشش میفرستاد به ما فحش ناموسی میدادن، ما رو تهدید میگن. که من فکر میگم مثلا من میترسم میگم آقا من چاکر دادم، من اومدم زیر پرچم فقط بی خیال من شد با قول انگلیسی ها. آره همون کرد ملک شاهی زیر پرچم کسی نمیره که داداش دمت گرم.